بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و حرمت و احترام دارم محضر یکایک شما بینندگان عزیز تلویزیون اصلاح. آرزومندم در هر کجایی از دنیا که بیننده برنامه خودتان پله کرسی از تلویزیون اصلاح هستید از یک صحتمندی کامل برخوردار باشید و همچنان التجامندم که روزهای سرد زمستان سال 1402 خورشیدی را در کانون گرم خانواده در پله های کرسی تان به خوبی و خوشی سپری نمایید. خدا را سپاسگزاریم که بار دیگر برای من و همکارانم هم توفیق داد تا از سلسله برنامه های پله کرسی در خدمت شما گرامیان باشیم. امشب در ناحیه هفتم شهر هرات هستیم و مهمان و یا در خانه جناب آقای علی احمد جان اکبری. البته فراموش نکنین که در ابتدا باید یادآور باشم که برنامه امشب برنامه کاملا متنوع است. علی احمد جان به شمول خودش هفت برادر داره و راز هفت برادر را هم حتما شما میدانین و اگر نمیدانین تا پایان برنامه تعقیب بکنین، از زبان خودشان میشنویم که راز هفت برادر چیست. عرض سلام دارم خدمت همه شما گرامیان، به ویژه جناب آقای اکبری. سپاسگزارم از اینکه امشب میزبان هستن، صدای شما رو پیام شما میشنویم. به نام خداوند مهمان نواز، خداوند بخشنده و بینیاز، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بیننده های تلویزیون جهانی اصلاح. همچنین خوش آمدید میگم برای همه شما دوستان که تشریف آوردین به خانه خود شما صفا آوردین. واقعا برنامه پله کرسی یک برنامه خوبی بوده و هست و یاد خاطری از سابقه و از قدیم برای همه دوستان بیاورده میاره و ما هم از این برنامه تقدیر میکنیم و از شما تشکری میکنیم که تشریف آورده. اکبری سب، هفت نفر رو من میبینم که در برنامه امشب با یک لباس سفید میزبانی میکنن. شما به نمایندگی صحبت بکنین این هفت نفر کی هست؟ ما هفت برادر هستیم، ماشاءالله الحمدلله هفت برادر هستیم و همین برادر کلون ما که بسیار همه جان هستم یک کمی تقریبا یک کیلومتر از ما فاصله داره خانه نا دیگه. ما شش برادر در همیه یک سایه در یک فامیل در یک منطقه زندگی میکنیم. دیگه سفید پوش معمولا دیگه ما لباس ما سفیده. دیگه امروز امشب هم که به خدمت شما هستیم به یک لباس و و یک دیزاین لباس خدمت. پله کرسی باعث شد که امشب هفت برادر در پله کرسی کنار همدیگر قرار بگیرن و حرفای صمیمی و خودمانی داشته باشند. یکی خو این خو باعث از این بود و معمولا ما از وقتی که خدا بیامرزه قبلگاه ما و تمام مردگان خداوند بیامرزه خداوند مغفرت دیگه، ما به یک خونه همیشه می اومدیم، برادرها جمع می شدیم به خونه حجی بابا. دیگه همونجا میشیشتیم، قصه میکردیم و اختلاط میکردیم و هم حالا که ما همون رسم رواجی که از اون دو سال یا دو نیم سال پیش که جی پدرم فوت شدن همون رسم رواج میایم به خانه والده، همون جی برادرها همه جمع میشیم، خودی هم قصه میکنیم، اختلاط میکنیم، راز میگیم. دیگه همون تا حالا که برای ما بمونده همین میره با تا هم حالا که هسته و از خداوند متعال شکرگزاری میکنیم و امیدوارم که همیشه همین محبت ها باشه. یعنی تنها در پله کرسی نیست دیگه. نه. پس شما هفت برادر ممکن در دیگه جا هم همین قسم وعدت و اتحاد و همدلی شما باشه و با همدیگر جمع بشین، حرفای صمیمی و فضای کاملا دوستانه ایجاد بکنه. اکثر وقتا همین دوستان میگن که یک دفعه شما از خونه بیرون نشه، یک دفعه از خونه بیرون نشین، نظر میشین یا مثلا چی که پای همین جلوتر هم کوکوجان که ما بیرون شده گفتم یک دفعه بیرون نشین، مسجد رفتیم برای نماز، گفتن که چون هم تقریبا میره محبت ما زیاده، شکر الحمدلله بین ما برادرها تا حالا هیچ کینه کجورتی هم پیش نماده، هیچ به حتی خورد ما کلون ما هم و همدگر احترام هم شکر الحمدلله داریم، از گپ همدگر خواهم ما رو گپ چیزی نمیاریم. دیگه همیت زندگی میگم با صمیمیت تیر بشه. در ادامه برنامه بینندگان گرامی ما خواهیم پرسید از شش برادر دیگر که چقدر موافقم با صحبت های علی احمد جان نازنین. خب مهمانان دیگری هم ما در پله کرسی امشب در کنار هفت برادر داریم. ما آرزومندم که شما بیننده برنامه پله کرسی باشین تا آخر ما را همراهی بکنید.
خیلی خوشحال هستم که شما دوستا تشریف آوردیم برنامه پله کرسی، یاد خاطره قدیم به یاد ما کردیم. تشکر جان و سپاس از اکبری صاحب محترم که ما رو با جمع هفت برادر خود، من برادر هشتم ما رو قبول کردم، به جمع از اینا آمدیم. واقعا خیلی خوشحال هستیم، خیلی جمع خوب نیکه. از پله کرسی هم خاطرات بسیار نیک برای ما اینا تجربه میکنیم و میبینیم. واقعا خیلی خوشحال میشیم که اینا برادر هفت برادر جمع شدن. سلامت باشین. ما هم دوست داریم از زبان شما از خاطرات کرسی یاد کردین. دوست داریم بشنویم چی خاطره دارین واقعا از سردی زمستان های گذشته، از گرمی پله های کرسی چی خاطرات خوش دارین؟ کرسی که هست یک میراث بسیار نیک از بزرگا به ما مانده، بسیار خوب است. کرسی میر محبت هم که گرمی داره، میر محبت گرمی رو به ما زیاد میکنه. همین جو بزرگا و خاطرهایی که بزرگا تعریف میکنم، کرسی بسیار خوب است، میر محبت ها زیاد میشه. و کرسی قدیم که بوده همین که بزرگا قصه میکنن و چیزی که ما یاد میدیم، داستان ها خوانده میشده، کتاب ها خوانده میشده و کرسی با کشمیش و نخوت و همون انانات قدیم بوده، مردم تیت خشکای بوده و انجیرای خشک بوده و زیاد استفاده میکردم، بسیار خوب بوده. و حالا کس بدبختانه بگیم این موبایل ها و این قرن آله قصه های را کم کرده، هر کس میبینیم با موبایل مصروف است. همین قدیم بود یک بزرگ را اگر قصه را میخوان همین قصه را تا آخر گوش میکرد، باز همون خورتکار هم میگی همین قصه را یاد میگرفتم و از تجربه میگرفتم. و ما هم تشکر میکنیم از جناب اکبری صاحب که امشب همیچه برنامه تشکیل دادم که با هفت برادر از اینا ما آشنا شدیم. خیلی کار نیک کردم. خاطرهای بزرگای قدیمی که قصه میکردم واقعا پله کرسی زنده میکنه. آخرین زمستانی که یاد شما میایه که خیلی سرد بوده، هوا برف باریده باشه، خیلی یخبندی بوده باشه، خاطره شما داشته باشین از برف، از سردی هوا، یاد شما میاد کدام زمستان بود و کدام سال؟ از قدیم ها که بود در سال 1384 می چیز بود، بسیار سرد بود و یکم سال 1401 پارسال بود، بسیار سرد بود، یعنی منفی 25 درجه و بزرگا هم یاد نمیدادن، بسیار اوزار یخ کرده بود. ما مالی که دیدیم جوایی که چیزی که او بود یخ کرده بود، یعنی پارسال 1401 بسیار سرد بود. شما هم خنک خوردین دیگه؟ زیاد زیاد. کرسی دیگه خیلی به ما لذت بخش بود، می آمدیم کرسی ما رو واقعیت گرم میکرد. جناب یوسفی صاحب، سردی زمستان در یک طرف، گرمی پله کرسی در طرف دیگر، میخوایم از زبان شما از خاطرات خوشی که امشب در کنار هفت برادر هستیم، چه خاطراتی از دوران قدیم از پله کرسی دارن با ما شریک بسازیم؟ دیگه ما خاطرات از پله کرسی داریم. دو وقت هم بزرگا شو که نشسته بودم، همین کیکی ها گوشت الان بیدن بنام همین برنج رشتی و برنج للافر چشتی بیدم، قصه میکردم، همینجا قصه ها میگوتم و صحبت های خوبی میکردم. کشمیش بودم، تودمغز، ما تودمغز بگیم، تودمغز ها بود، اینا میاوردم میگذاشتم و بزرگا بودم و از یه پلی کرسی خیلی تعریف میکردم، گرم بود. اگر ایت نبود که خونه گشت کرده و استفت کرده باشه، همین یه زمال میاوردم کرگه میکردم تا کرسی گذاشته بود، هم کر قاتش میکردم، در رو میکردم تا دیدا و در بشد. بفهمیدین؟ همه به پلا کرسی بود و جنگل ها و همه کنده بود، شو همه کیچیری ها گوشت لنده که ببار میکردم، بعضی هم فامیل ها نزدیک هم دگر بودم، اینا رو میمون میکردم، میشیشتم هم قصه کردم، میشیشتم به کتاب خوندم، قصه های خوب میکردم. بزرگا که بودم برفا بود و یخبندی ها بود و خیلی برفا زیادی بود. او خاطرات هست. از مهمانی یاد کردین؟ بیشتر مهمان میشدین شما یا مهمان میکرده جی آقا؟ مهمان هم میشدین، هم مهمانی بود هم مهمان میکرده. ولی قصه های خوبی میکردم بزرگا. اگه با این پلی کرسی که شیشته بودم، یک خوردک مرتکا هم شیشته بودم، اینا قصه میکردن، اینا همه گوش میکردن. او تا نبود که بوده لحال یک بزرگ قصه کنه، جلویتر او با چه صحبت از او بگه. ایتا نبیدن، همین که چون ششته بیدم، اینا که قصه میکنم، قصه اینا گوش میکنم،
صحبت های نرم گوش میکردم مردمان رو خواهی بیدم. خیلی وقتا یک پا یک اگر فشار میدونی حتی دیگه ایسه پا شما هم بسخته بود به کرسی یعنی؟ یعنی نه فکر منی که پا سخته باشه نه پا یک دیگه رو سختون دو ایسه شویا خدمی باشو دیکو ها دیگه شیشتی دان شوخی میکنه بعد از اون نبوده میگه یکی پای یک دکتر فشار میده میره تو آتشو. کاما ولی که پاک مدرن میگه میگه پاک بود تو کی بی پاک فشار داد؟ هیچ کدوم که مگردن نمیگیره که میگه ما فشار داد تو. نه بابا. دو رانی کارش آن نکرده. ایسه چند سال سن داریم شما؟ 60 سال. بله. از 50 سال پیش چیزی از کرسی یاد شما هست؟ از کرسی دیگه دیگه یادم نیست که گرمی کرسی ها بود دیگه زمستان بود برف زیاد بود فقط برف زیاد بود و کرسی بود کرسی بود بله چی آتش میکنه نویس بیشتر در کرسی برای گرم کردن یا و هر در جنگل بود پنبه‌چو بود همی کنده ها بود منطقه ما نویس میگم قدیما کمتر مریضی بود ناجوری کمتر بود دلیل یو چی بود؟ بیغمی ها بود؟ هم بیغم بودم هم بیغم بودم که بیدرد بیدم بفهمیدیم اول از زور مریضی از کدیمی از روغن نبتی هاشون به او وقتی بود اگر گسپنده های لندیر که میکشتم گسپنده کلونه او تا نبود که بیاگ نفر بودن رو چپا کنم سه برن باور کنید دو نفری سه نفری در سپال میگرفتن که سر میبریدن ما بروز گسپنده از سندان بستی که 27 گیل گوش کردن اون خلی شده برار مدیم سال یک گسپنده سر بیدن 90 کیلو گوش کرده یک گسپند سر بیده 80 کیلو گوش کرده بده ما 114 برگ میشه که من از دیگه اومدم باشه بمی شال باخون میشیم همین سال پرسان خود ندید تلن دیدشون این سال برسیم یک گسپند بسیم 27 کیلو گوش کرده 27 کیلو هم خیلی دیگه از دیگه ما چی میمینی کنه انشالا مهمان شما هستن دیگه بیش تلن دیدیسه انشالا هم کلا همشه میمون من بی از ایروزا خوب هوا هم سرد شده هوا هم سرد شده و سرد هم بشه او هم چشم ما به خدمت شما از 7 برادری که پیشتر یادآوری کردم حالا دیگه بحث اصلی رو با برادرها شروع میکنه برادر بزرگ آقای اکبری بسیار جان اکبری میخوایم در ابتدا چگونه شد که این جمع امشب ایجاد شد و هم 7 برادر در یک پلی کرسی در کنارم نشستن و برادر بزرگم هست بیشتر بگین از برادرها بگین ما برادرها که هستیم اتفاق زیاد داریم همیشه که هستیم من خونه که هستیم یک نفر که میاییم باز دیگر دیگر همه جمع بشیم به پلو هم همیت قصه میکنیم از حال هم دیگر خوب پرسان میکنیم از کاربار پرسان میکنیم از خانواده پرسان میکنیم هفته یک بار دو بار اکمان ما جمع بشیم پیشم با هم قصه داریم با هم مشوره داریم که چیکار بکنیم چیکار نکنیم انا بیت برادرها دیگه هستیم ان شاء الله پلی شما از همه برادرها بزرگتر هستین از دوران کودکی 6 برادر دیگر برای ما یادآوری بکنین خاطرات خوش که دارین از این برادرها از این برادرها که هست این برادر ما نظیرمت که هست بعد از ما به حساب تو تاشیر داریم بعد از اینا هم وقتی که ما دوری جهاد بود که جنگ بود ما مهاجر شدیم که برفتیم به ایران رفتیم ما بریم به ایران این برادر ما خیلی مریض بود همیتا مریض بود که ما گفتیم شاید به جا نرسه به مقصد نرسه به ایران نرسه تا را پیش ما فوت شد بالاخره ایل بردیم خود خوب برفتیم به مشهد ما سیم بریم به مشهد هم مرتی شده ما اردوگاه مال ببردم به اردوگاه اردوگاه که ببردیم بعضی هم جگاه یک شب اردوگاه بدیم بریم ما قضا آورده که بریم قضا بخوره ما از ظرف خود خود نبرده بوده که ما برای خود قضا بستنیم ابیت خاطری هست که به تک کتری هم کتری ها که چای جوش میده ما برکنیم و تعدی از این دوگاه برای خود ما برنج گرفتیم اما جا که بعد این برنج ها بگرفتیم و دیگه بالاخره چند روز یک روز دیگه ما مردگاه بودیم سبای از اونجا که بدار شدیم باز برفتیم بیرون رفتیم همین برادر ما که مردنی بود دیگه به یاری خدا انشاءالله خوب شد تیار شدن نه کنه الله نام خدا مردی کلون شده بچه داره خونه داره از این وقت همیت خود یک سوال اگر بکنم از این 7 برادره شما برادر بزرگید تا شده وقتی که 7 برادر
یک از این شش برادر یک از اینا رو خوب تنبیه کرده باشه. آم یک برادر ما پیش ما فرار کرد برفت به ایران رفته. از این جمع کدام برادر است؟ نه اگر نبگم دیگه اسم یک فلک کرده نوره فلک کردیم بله یا بعد ما از اینجا گفت من ایجی پیام خدا بیام مرده از اینجا گفت برفته به نیمروز به دنبال یا رد براده برفته اون با هم نیمروز پیدا کرده از نیمروز بیاورده به همینجا گفت واقعیت میگو لات همون خلی زده سر اجر هم بترشیده خوبه که در برنامه نیه در برنامه نیه من شب میبینم هفت برادر لباس سفید دارن از شما لباس سفید و شما رو خوب زور نگیرفتن که حتما باید این لباس سفید رو بپوشید نه دیگه ما بیشتر همین لباس سفید بپوشم همین روزای چمه به جایی که برو باز ما دیگه از اینا کلونتر هم ریشم سفیدتر شده دیگه باز همین لباس سفید کما که برای ما بیتره نسبت به این لباس های دیگه کده از شش برادر که در کنار شما هستن کدام یک درآمد بیشتر داره وظیفی خوبی داره کور همیشه توصیف میکنه آفرین برادر که تو خوب کار میکنی نه اما شکر خوبم کاربار نه خوبم یه علی احمد برای ما باید سواد کاربار از همه بیتره چلو چلی رحمه جان هم خوبم دیگه را دیگه خوبم دیگه باز هم نزی رحمه جان که از چند وقت مهاجر بودم بیرون بودم خود خونه خوب اینا که جگه اومدم باز کمه که طول کاربار از اینا کمه که نسبت به دیگه را ضعیفتره دیگه خوبه شوخه کاربار رو همه پرده گذاره نمیشه ایتیاج منتاج به کسی نیم چلو هم خوب از گذاره نمیشه شما بیشتر اونا رو میمون میکنیم یا اونا شما رو بیشتر میمون میکنن؟ ایتا هست که من بیشتر میمون میکنم به چی که من اگه بیام هفته یک روز یا دو روز بیام اینا شیش نفر هم من اینجا گایم من یک نفر هم از جاده بابای برق بشنیم من جدایم از اینا اینا هم اینجا هم بم یک جایم اینا که من شیش دفعه که بیام اینا یک دفعه که بیام برو بر بشه چی خاطره خوشی از برادرای خود دارن که امشب دوست دارن به پرده تلویزیون بگین و خاطره چی خاطره خوشی دارن از برادرها؟ ما که هست همه ما انسانیم انسان از انس گرفته شده ما باید با هم انس داشته باشیم خصوصا برادر که اگه با هم انس نداشته باشه پس کی باید داشته باشه ما باید مجبور و مکلفیم که حتی همه انسان ها شاید اخلاقان با هم فرق کنه متفاوت باشه خب ما باید با هم بسازیم آدم که با هم نسازه پس کی باید بسازه ما همیته که با هم میسازیم همیته دل ما با هم یکیه اتحاد ما هم یکیه در همین هم برادران ما بگفتن جلوتر که ما به هر کاری با هم صلاح مصلحت داریم با هم مشورت میکنیم و هر کار تا به حال الحمدلله به هر کار خیلی پیروز شدم زمستان هست من پلی کرسی هر خونه هر جا کرسی داره اگر ما می جایی میشه پلی کرسی آماده میشه با شما دوستای چند دقیقه بشینم هم صحبت هم کلام باشیم دیگه همی تیت فضای دورهمی شده بود دورهمی خب بین ما برادارا بود دیگه منطقی تاگه جبه کلیسای با شما برادارا و مصفیدا باشم نه نشده تا باله از برادرای خود بگین که بیشتر ما پرسان کردن گفتن که همه ازدواج کردن بله باجه هم هستین شما خودی ما شکر الحمدلله سه برادر ما باجه هم که با بین ما سه برادر ما جیالی احمد از ما کلانتر هم خوب اینا باجه کلانتر هم بعد از اینا من هم بعد از ما بشیر احمد جان هم ما سه برادر با هم دیگر باجه هستن سه برادر بله با هم دیگر باجه هم کدام یک دیگر زن داد دیگه این تصویر بود خب از کلونا شروع میشه دیگه اول خب علی احمد جان رو زن کردم بعد از اونی باز مار زن دارم شمار باجه خو کردم مار باجه خو کردم باز من بشیر احمد جان رو باجه خور کردم خلاصه دیگه نمیتر ترتیب از دستی برادرهایی که امشب در کنار شما هستن به خاطر مکتب رفتن لطم خوردن به خاطر مکتب نرفته باشه به خاطر مکتب رفتن لد نخوردم اون تا سیاست اینو تنبیه بکردم حتما سعی کوشش بزرگا زیاد میکردن که مکتب بریم درس بیام تعلیم بیاویزیم چون که جامعه ما جامعه افغانی ما مردم افغانستان از نگاه سواد خیلی محرومیم از این خاطر زیادتر خدا بیامرزه یه بابا ما و برادر کلون ما و برادر دیگه اینو کوشش میکنن که ما مکتب بریم و درس بخونیم و شکر الحمدلله ما هفت برادر ما الحمدلله شکر ثبات داریم
در سه کلمه شش برادر خود تعریف کنه شما. برادر ما همه تعریفیان، از یک نمیشه تعریف کنیم. ما هم شش برادر ما تعریفیان، ما نمیتونیم از یک تعریف کنیم. خود شما چی رقمه؟ خدای ما خود ما تعریف نداریم. شما هم قبول داریم دیگه. آدم شوخ تعریف نداره. یعنی شما از این هفت برادر شوخترین برادر دیگه شما نه؟ بله آقا. همین پیشتر هم به سیر احمد جان گفتن که یک نفر از این برادرها لطکوب شده. بله آقا راست. شما خود نیستی؟ چرا منم؟ نفر اصلی منم که لط پرده. چرا لطکوب شده؟ خب دیگه لط فایده داره. گاهی وقت آدم لط هم بخوره. به خاطر که پخته میشه آدم. درسای زیاده پس. بله بله. بزرگترین درسی که در زندگی از برادرای خود گرفتین درس چی بوده؟ بزرگترین درس ما همی بود که نصیحت کردن، نصیحت زیاد داشتن. همی درس بود برای ما. همیشه وقت با کار خوب تشویق میکنن. نصیحت همی خوب درسی بیترین درس دیگه همینه. چقدر اهمیت داره که روابط دوستانه صمیمی بین برادرها همچنان پایدار باشه و الگویی بشه برای دیگرها؟ بله. تا همین قسم با هم دیگر صمیمیت داشته باشه. چرا؟ صمیمیت خوب چیزیه. اتفاق، اتحاد، همه خوبه. حالا کسی که اتفاق نداشته باشه پنج تا چوب شما شکستانده نمیتونیم، درسته؟ ولی یک راحت میشکنیم. پنج چوب را شش چوب کسی راحت نمیتونه بشکنه بسنی. ولی اتفاق خوب چیزیه. همیش باید اتفاق داشته باشه. ولی یک برار بگم اتفاق داره، شکر فضل خدا هم برار اتفاق داریم. یعنی همین قسم که امشب در برنامه یک لباس پوشیدین به عید، به مراسم های خوشی شدید، همین قسم لباس های همرنگ داره؟ بله ها. ما به عید، ما اگه شیش برار باشیم جای رفته نمیتونیم، باید هفت برار باید عیدی بریم، به عید گشته بریم، همین هفت برار باید باشیم. دم خونه رم دیگه مگر بسته کنم؟ بله کسی نه نه هستم. چرا باز خودتر هستم، برار زاده هستم نام خدا. برار که آدم باشه زیاد داشته باشه، برار زاده هم زیاد داره. از تحصیلات بگین، از جمعی برادرها شما چی تحصیلات دارین؟ درس خوب خواندم حتما. وظیفه شما چی است؟ الحمدلله به فضل و مرحمت خداوند من 16 سال درس خوندم، رشته مشاوره از پانتون ایراد فارغ شدم. پس بیشترین مشورار شما میدادین به شش برادر دیگه؟ به فعلا اینا مشوره میدم دیگه، ما گوش میکنیم الحمدلله. بیشتر که برادرها صحبت میکردن گفتن ما همه برادرها، هفت برادر با هم دیگر در کارها با هم دیگر مشوره میکنن. حالا که متوجه شدیم که یک مشاور هم شما دارم دیگه که مشوره میده، شما چی خاطرات خوش دارین از برادرای خود میشه با ما شریک بسازه؟ خاطره خوش همینه که ما هفت برادریم و یک کار نکنیم، کار پخته فروشی هم هفت برادر یک کاریم. هر کس از ما میپرسه میگه که شما خدیه همیم کارا شما یا سیوهیم، جدا جدا کار میکنیم، چی رقم همی حساب شما؟ خب باز به دل خواه میگم تو که چی که شاید دیگه ده تا دیگه هم نفهمه که ما سیوه کار میکنیم یا یکه کار میکنیم. یعنی همسایه بغل دست ما تا می فعلا نفهمیده که ما داخل ما سیوه با دیگه برارا یا دیگه برارا خدیه که دیگه سیوه یا مشترک هم. کسی نفهمید الحمدلله. لباس هم سفید، نظرات و مشوره هم همه یکی، کسب و کاری هم که گفتین همه یکی. بله با. کسب و کار ما میاد که الحمدلله خدیه همی دیگه ای از لطف و مرحمت خداونده، از دعای پدر و مادر. جمع برادر که هست همیشه خاطره یه برای آدم، همیشه که با هم باشم اینو خاطره، همین شب که با هم شیشته ایم این کل خاطره شد برای آدم. آدم نمیتونه یک خاطره بگه که دو خاطره از همه بیتر بوده. همین که با هم شیشته ایم، اختلاط میکنیم، قصه میکنیم، چی پله کرسی چی بی پله کرسی، همین کلان همه خاطره برای انسان. حالا یک خاطره خوشی از این خاطراتی که با برادرای خود دارین شب بگین که ما هم از زبان شما بشنویم. خاطره خوش اگر ما خاطره خوش از اینا دارم همینه که با اتفاق و با همدلی کوشش کردن که همین برادر هم خدیه هم باشم و برادر مجلمت که هستم اینا خیلی خوش اختلاط هم. همیشه که به یک جا شیشته ایم اینا
دیگه فرصت نمیدم و دیگه را دیگه زیادتر گپ زنه. امی خاطر خوش مامینه که نه میشه میشینم یک جا شروع میکنم به اختلاط کرده و به قصه کرده و به خنده امی کمی خندونم انا مینا دیگه باز کما که خندونی ترم بینم. یعنی شما چوب ترینیم دیگه چوب گوش میکنه خورد خونه که هست بعد قصه ها دگر دگر گوش کشن نسبت به زی که خود یک چیزی بگه بعد از دگر دگر قصه های نار گوش کشه از اونا پند بگیره. لذت بردیم از صحبت های هفت برادر و پس دوباره برگشتیم به علی احمد جان. علی احمد جان فضای امشب فضای واقعا صمیمی بود، ما هم لذت بردن از خاطراتی که شما هفت برادر با هم دیگر داشتین. از دید شما میخواییم در اخیر برنامه بشنویم که چقدر نیازه که همچون فضاهای دوستانه و صمیمی در پلای کرسی در زمستان سرد ایجاد بشه. تشکر از شما. میر محبت این یک طرفه نمیشه که اگه مثلا من محبت کنم خود شما، شما خودی محبت نکنی تو یک طرفه فایده نداره. همین میرا محبتی که بین ما برادرها هست در قلب هم هست. یعنی من اگه برادر خود دوست دارم، برادر هم طبیعتا من دوست داره، این برادر دیگه برادر دیگه اگه دوست داره و او کار خیلی رو شریک میکنه و او تشویق میکنه حتما او هم همچنین هم اعمال انجام میده در مقابل هم او نیکی که او میکنه. دیگه من نظر ما و همین پیام به همین کسا هست، هر دوست هر رفیقی که از یک برادر، دو برادر تا پنج برادر تا هفت برادر یا شاید زیادتر از این برادر باشند با هم صمیمیت داشته باشند و اگر برادرند، برادرزاده اند، کاکایند، قومند، فامیلند، باز هم خودیان صمیمی باشند، مرا محبت داشته باشند. سپاسگزارم. سلامت باشید. ممنون از شما بینندگان گرامی که تا این لحظه بیننده برنامه پله کرسی بودین. این بود داشته های برنامه امشب که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد و پله کرسی دیگر شما را به خداوند کریم و رحیم می‌سپارم. وقتتان بخیر.